مدت کوتاهی بعد از پایان نبرد قادسیه، تیسفون پایتخت ساسانیان به دست عرب افتاد. اما با این حال شاهنشاهی ساسانی هنوز به طور کامل سقوط نکرده بود. یزگرد سوم قبل از سقوط تیسفون به همراه ثروتی زیاد و تعدادی سرباز این شهر رو به مقصد هولوان ترک کرده بود. از طرف دیگه بیشتر حکام محلی هم هنوز به ساسانیان وفادار بودند و یزگرد امیدوار بود بتونه سرزمین‌های سابق ساسانیان رو از اعراب پس بگیره و اونا رو از میان رودان بیرون کنه. درود میفرستم خدمت همراهان و دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه و خیلی خوش اومدید به آخرین قسمت از ویدیوهای حمله اعراب به ایران. اگه دو قسمت قبلی رو هنوز ندیدید، لینک اون ویدیوها تو قسمت توضیحات هست. اگه دوست داشتید میتونید یه سر به اون ویدیوها هم بزنید. آخرین مطلب قسمت قبل این بود که وقتی اعراب به تیسفون رسیدن، یزگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی به همراه خانواده و ثروت زیاد و ارتش ساسانی و درباریان این شهر رو به مقصد هولوان تو استان کرمانشاه امروزی ترک کرد و تیسفون پایتخت ساسانیان بدون مقاومت خاصی به دست اعراب افتاد. یزگرد وقتی به هولوان رسید مشغول تدارک ارتش جدیدی شد و وقتی خبر آماده سازی این ارتش به اعراب رسید، سعد ابن ابی وقاص نامه‌ای برای عمر ابن خطاب نوشت و این مسئله رو به گوش عمر رسوند. عمر ابن خطاب هم در جواب پیکی برای سعد فرستاد و بهش دستور داد خودش در تیسفون بمونه و بخشی از نیروهاش رو به فرماندهی هاشم ابن عتبه برای جنگ با یزگرد اعزام کنه. سعد هم طبق دستور عمر نزدیک به 12,000 نیرو رو در اختیار هاشم ابن عتبه گذاشت. اینو بگیم که این 12,000 نفر همه نیروهای عرب نبودن، بلکه توشون ایرانی هایی هم بودن که اسلام آورده بودن و به سپاه عرب ملحق شده بودن. اما در طرف مقابل بعضی از مردم ایران هم بودند که نه تنها به ساسانیان خیانت نکردند، بلکه برای انتقام نبرد قادسیه به صورت داوطلبانه راهی هولوان شدند تا به سپاه یزگرد ملحق بشن، که بیشتر این نیروهای داوطلب هم از اصفهان با حدود 2000 نفر بود. خلاصه با اضافه شدن نیروهای داوطلب مردمی و نیروهایی که یزگرد در هولوان جمع کرده بود، ارتش ساسانی به حدود 20,000 نفر رسید و این نیروها برای جنگ با اعراب راهی منطقه جلولا شدند. ساسانیان وقتی به جلولا رسیدند شروع به حفر خندق کردند و در جلوی این خندق هم مجموعه ای از تیغه های چوبی را قرار دادند. اعراب وقتی به منطقه جلولا رسیدند روبروی ارتش ساسانی اردو زدند، اما شیوه دفاعی که ساسانیان به کار گرفته بودند باعث شد تا چند هفته و چند ماه هیچ جنگی بینشون در نگیره. توی مدت مدام نیروهای کمکی از طرف سعد برای هاشم فرستاده شد و کار به جایی رسید که تعداد نیروهای اعراب از 20,000 سرباز ساسانی هم بیشتر شده بود. مهران رازی فرمانده ارتش ساسانی که دید گذشت زمان به نفع اعرابه، بعد از چند ماه در نهایت نیروهاش رو از حالت دفاعی خارج کرد و با صدور فرمان حمله جنگ رو شروع کرد. در همون ابتدای جنگ نیروهای ساسانی تونستن ضربه سختی به اعراب وارد کنن، اما نیروهای هاشم سرسختانه مقاومت میکردن و تونسته بودن آرایششون رو حفظ کنن. بعد از مدت کوتاهی جنگ با توجه به گرمای زیاد هوا، مهران به نیروهاش دستور عقب نشینی داد تا بعد از کمی استراحت مجدد دست به حمله جدیدی بزنه. اما هاشم ابن عتبه با صدور فرمان تعقیب نیروهای ساسانی این برنامه مهران رو به هم ریخت و جنگ دیگه‌ای بین دو طرف شروع شد. تو حین جنگ که نیروهای دو طرف مشغول جنگ با هم بودن، قرقا ابن عمرو به دستور هاشم سواره‌هاش رو به پشت جبهه ساسانی فرستاد. نیروهای ساسانی وقتی متوجه شدن سواره‌های عرب در پشت سر اونا قرار دارن و احتمال محاصره شدن اونا وجود داره وحشت کردن و انسجام و روحیه خودشون رو از دست دادن. تو این زمان قرقا ابن عمرو به همراه سواره‌هاش از پشت به نیروهای ساسانی هجوم برد
و خطوط عقبی ساسانیان به طور کامل توسط ارتش قرقا نابود شد. ورق جنگ کامل به نفع اعراب برگشته بود و تلفات ساسانیان بیشتر از تلفات اعراب شده بود. مهران هم که دید دیگه شانسی تو این جنگ نداره، دستور عقب نشینی داد که تو حین عقب نشینی هم تعداد زیادی از نیروهای ساسانی توسط سوار نظام قرقا ابن عمرو کشته شدن و فقط تعداد کمی از نیروهای ساسانی تونستن از این نبرد جون سالم به در ببرن. با شکست تو این جنگ شهر جلولا به دست عرب افتاد و این شهر هم مثل تیسفون غارت شد و خیلی از دختران و زنان به اسارت عرب در اومدن و به عنوان برده به مدینه فرستاده شدن. این روایتی رو که در ادامه میگیم نه رد میکنیم نه تایید، چون بعضی منابع اونو اووردن و بعضی هم نیووردن و اونم اینه که تجاوز به دختران و زنان ایرانی که در جلولا اسیر شدن به قدری بود که وقتی این اسرا به مدینه فرستاده شدن، عمر ابن خطاب چندین بار این جمله رو به زبون آورد که از ترس فرزندانی که این زنان قرار است به دنیا بیاورند به خدا پناه میبرم. خلاصه با شکست و نبرد جلولا، سقوط هولوان و قصر شیرین هم حتمی بود که این اتفاق مدت کوتاهی بعد و تو سال 638 میلادی به وقوع پیوست و یزگرد سوم و خانواده‌اش و بزرگان ساسانی مجبور شدن هولوان رو به مقصد ری ترک کنن. تا این زمان تمام سرزمین‌های شاهنشاهی ساسانی در غرب کوههای زاگرس به تصرف اعراب در اومده بود به جز خوزستان که حاکم اون یعنی هرمزان همچنان به حکومت ساسانی و یزگرد سوم وفادار بود. به همین خاطر هم هدف بعدی اعراب تسلط بر خوزستان بود. تو سال 638 میلادی نیروهای عرب به خوزستان حمله کردند و موفق شدن هرمزان حاکم این استان را تا رودخانه کارون و عقب برونن. هرمزان که توان مقاومت بیشتری در مقابل اعراب رو در خودش نمیدید، با اونا وارد مذاکره شد و با قبول کردن جزیه یا همون مالیات تونست اعراب رو راضی به بستن پیمان صلح کنه. منتها این جزیه به قدری بالا بود که کمتر از یک سال بعد هرمزان دست به شورای زد و از دادن جزیه خودداری کرد. ابو موسی اشعری حاکم موسل از طرف عمر ابن خطاب راهی خوزستان شد و تو نزدیکی اهواز شکست سختی به هرمزان وارد کرد و اهواز رو فتح کرد. بعد از اون جنگ دیگه تو سال 640 در منطقه رام هرمز در گرفت که این بار هم ابو موسی اشعری پیروز شد و قلعه رام هرمز به دست اعراب افتاد. هرمزان بعد از این شکست به سمت شوشتر تو شمال خوزستان عقب نشینی کرد، جایی که چندین هزار نیروی کمکی از طرف یزگرد سوم راهی این شهر شده بودند. تو اوایل سال 641 میلادی ابو موسی اشعری و نیروهای عرب به شوشتر رسیدند و برای چند هفته این شهر را در محاصره گرفتند. بعد از چند هفته یکی از اهالی شوشتر که به تازگی مسلمان شده بود راه ورود و حمله به شهر را به اعراب لو داد. به کمک این شخص اعراب وارد شهر شدند و بعد از جنگی سخت در نهایت هرمزان و نیروهاش تسلیم اعراب شدند و شوشتر هم سقوط کرد. آخرین شهر ساسانیان در خوزستان جندی شاپور بود که این شهر هم بدون جنگ به دست اعراب افتاد تا خوزستان به طور کامل تو سال 641 میلادی توسط اعراب فتح بشه. بعد از سقوط خوزستان یزگرد سوم به تمام شهرهای مجاور نامه فرستاد و ازشون خواست نیروهاشون رو به منطقه نهاوند اعزام کنن. حاکمای شهرهای ایران با دریافت نامه یزگرد نیروهاشون رو روانه نهاوند کردن و در مجموع نزدیک به 30,000 سرباز در نهاوند دور هم گرد اومدن. وقتی خبر جمع شدن نزدیک به 30,000 سرباز ساسانی به عمار یاسر حاکم کوفه رسید، عمار پیکی برای عمر فرستاد و اونو از جمع شدن این نیروها در نهاوند مطلع کرد. عمر ابن خطاب هم برای درهم شکستن آخرین مقاومت جدی یزگرد سوم، نعمان ابن مقرن رو در رأس سپاهی به سمت نهاوند فرستاد. وقتی خبر نزدیک شدن اعراب به نهاوند به گوش ساسانیان رسید،
پیروزان فرمانده ارتش نیروهاش رو از قلعه نهاوند خارج کرد و در دامنه کوهپایه مستقر کرد. همینطور مثل نبرد جرولا، پیروزان دور تا دور نیروهای ساسانی رو تیغه های چوبی ضد سوار نظام قرار داد که جلوی این تیغه ها هم رودخانه کم عمقی وجود داشت. تو ماه فوریه سال 642 میلادی نبرد سرنوشت‌ساز نهاوند بین اعراب و ساسانیان شروع شد. تو همون ابتدای جنگ نیروهای مهاجم عرب با تیرباران کمانداران ساسانی مواجه شدند و تعدادی از اسبهای عرب هم با برخورد به تیغه‌های چوبی ضد سوار نظام از شدت درد سواره‌هاشون را زمین زدند. با این حال وقتی نیروهای نعمان به ارتش ساسانی رسیدند، جنگ خونینی بین دو طرف در گرفت. نبردی که تا غروب آفتاب ادامه داشت و بدون نتیجه خاصی جنگ تو روز اول خاتمه پیدا کرد. روز دوم هم نعمان نیروهاش رو به مصاف ساسانیان فرستاد، اما نبرد روز دوم هم بدون نتیجه خاصی به اتمام رسید. روز سوم نعمان تصمیم گرفت به جای حمله صبر کنه تا ساسانیان از مواضع دفاعشون خارج بشن و اونا حمله کنن، اما پیروزان این کارو نکرد و روز سوم هیچ جنگی بینشون در نگرفت. طی روزهای بعدی نعمان تصمیم گرفت در موضع خودش باقی بمونه، اما در طرف مقابل پیروزان گروه‌های کوچکی رو به سمت اعراب می‌فرستاد تا با شیوه جنگ و گریز اعراب رو تحریک به حمله کنه. منتها با این حال نعمان همچنان تصمیمی برای حمله نداشت. بعد از چند روز نعمان یک شورای نظامی تشکیل داد تا با فرماندهانش در مورد ادامه جنگ مشورت کنه. تو این شورا شخصی به نام طلیحه ابن خویلد به نعمان پیشنهاد کرد که به صورت ظاهری دست به عقب نشینی بزنن تا شاید به این روش ساسانیان از موضع دفاعی خودشون خارج بشن. نعمان این پیشنهاد رو پذیرفت و اعراب هم برای طبیعی تر جلوه دادن این عقب نشینی شایعه کردند که عمر ابن خطاب فوت شده. پیروزان وقتی خبر فوت عمر و همینطور عقب نشینی اعراب رو شنید، با این تصور که روحیه نیروهای عرب متزلزل شده نیروهاش رو از حالت دفاعی خارج و آماده حمله به اعراب کرد، منتها بی اطلاع از نقشه‌ای که نعمان براش کشیده بود. نعمان موقع شروع عقب نشینی تعدادی از سواره های عرب رو به فرماندهی قرقا ابن عمرو به دامنه کوی فرستاد تا مثل نبرد جلولا از این سواره ها برای محاصره کردن ساسانیان در حین جنگ استفاده کنه. پیروزان ارتشش رو به دنبال نیروهای عرب در حال عقب نشینی به حرکت در آورد و وقتی ساسانیان به اعراب رسیدن جنگ سختی بین دو طرف در گرفت. تو همون ابتدای جنگ نیروهای پیروزان تونستن کمی اعراب رو به عقب برونن، اما تو همین زمان بود که سواره های قرقا ابن عمرو از پشت به ساسانیان هجوم بردن و ورق جنگ کامل به نفع اعراب برگشت. مثل نبرد جلولا اینجا هم نیروهای ساسانی به معاصره اعراب در اومدن و بعد از دادن تلفاتی سنگین نبرد نهاوند در نهایت با پیروزی اعراب به اتمام رسید. با پیروزی اعراب در نبرد نهاوند راه اونا برای ورود به داخل فلات ایران هموار شد و اعراب این نبرد رو فتح الفتون نامیدن. نبردی که آخرین امیدهای یزگرد سوم برای حفظ حکومت ساسانی رو هم از بین برد. یزگرد بعد از نبرد نهاوند از ری به اصفهان، بعد از اون به استخر و بعد هم به کرمان رفت و تو این زمان مدام تحت تعقیب اعراب بود. با رسیدن اعراب به کرمان، یزگرد این شهر رو ترک کرد و راهی خراسان بزرگ و شهر مرو شد که در اونجا با خیانت ماهویه حاکم مرو کشته شد. بعضی منابع اینجور نوشتند که یزگرد سوم توسط ماهویه کشته شد، منتها یه سری هم اینجور نوشتند که ماهویه طی توطئه‌ای موفق میشه همراهان یزگرد رو به قتل برسونه، اما یزگرد از مهلکه جون سالم به در میبره و به آسیابانی پناه میبره که این آسیابان هم به خاطر طمع به لباسهای قیمتی یزگرد اونو به قتل میرسونه. تا سال 651 میلادی تمام سرزمین های سابق ساسانیان به تصرف اعراب در اومدن بجز تبرستان.
ماجرای فتح طبرستان کلن با فتح باقی مناطق ایران فرق داره، چون مردم این سرزمین تقریبا تا 100 سال بعد از مرگ یزگرد هم حاضر به تسلیم شدن در برابر اعراب نشدن. حالا اصلا ماجرای این مقاومت ها چی بود؟ وقتی که ساسانیان تو نبرد نهاوند در مقابل اعراب شکست خوردن، عملا دیگه سقوط شاهنشاهی ساسانی حتمی بود و حاکم ساسانی طبرستان به نام دابویه هم به خوبی میدونست که دیگه کاری از دست یزگرد سوم ساخته نیست و طبرستان هم به زودی مورد هجوم اعراب قرار میگیره. دابویه که از نسل پیروز اول یکی از پادشاهان ساسانی بود، تو این زمان یک حکومت مستقل تأسیس میکنه به نام دابویگان و تصمیم میگیره که در برابر اعراب بایسته. تو دوران خلافت معاویه، اولین خلیفه اموی، شخصی به نام مسقلت ابن حبیره مأمور فتح طبرستان شد. منتها سپاه خلیفه در طبرستان به سختی شکست خورد و مسقلت ابن حبیره هم کشته شد. یعقوبی تو کتاب البلدان در مورد این لشکرکشی اعراب به طبرستان و ضرب المثلی که مردم بعد از اون ساختن اینجور نوشته که مسقلت ابن حبیره شیبانی بر آن شد که با همراهانش به درون شهرهای طبرستان شود، اما به هنگام گذشتن از تنگه ها سپاه دابویه راه بر آنان برگرفت و خرسنگ ها بر آنان بغلطانید و مسقلت نیز نابود شد. مردمان او را مثل کردند، یعنی هرگاه می‌خواستند امری را تعلیق به محال نمایند می‌گفتند بماند تا مسقلت از طبرستان بازگردد. چند سال بعد معاویه دوباره تصمیم به فتح طبرستان گرفت و این بار محمد ابن اشعث را در رأس سپاهی راهی طبرستان کرد، اما این لشکرکشی هم برای اعراب فاجعه بار و همراه با شکستی سنگین بود. آخرین لشکرکشی امویان تو سال 701 میلادی و در زمان خلافت سلیمان ابن عبدالملک بود. تو این سال یزید ابن محلب حاکم خراسان از طرف خلیفه مأمور فتح طبرستان شد. جنگ یزید با اسپهبد فروخان جانشین دابویه نزدیک به 2 سال طول کشید و هرچند در ابتدا یزید موفق شد گرگان را فتح کنه، اما در نهایت شکست خورد و به اسارت اسپهبد فروخان در اومد. تا پایان خلافت امویان و سالهای ابتدایی عباسیان حکومت دابویگان بر طبرستان ادامه داشت، تا اینکه در نهایت تو سال 760 میلادی و در زمان خلافت منصور عباسی مقاومت طبرستان در هم شکسته شد و این سرزمین هم به دست اعراب افتاد. با این حال بعد از فتح طبرستان مردم این سرزمین بارها و بارها برای استقلال از اعراب دست به قیام‌های گسترده‌ای زدن، همونطور که باقی شهرهای ایران هم از همون سالهای ابتدای فتح ایران به دست اعراب شورش‌های مختلفی رو علیه اعراب برپا کرده بودن. این شورش‌ها به ترتیب در ری، استخر، سیستان، خراسان و باقی نواحی ایران به پا خواسته بودن که همگی توسط اعراب سرکوب شدن. اوج این سرکوب ها تو استخر استان فارس اتفاق افتاد که این سرکوب با توجه به جمعیت اون زمان چیزی حتی شبیه به یک نسل کشی بود. تو سال 651 میلادی مردم استخر که به مقدار جزیه تعیین شده اعتراض داشتند دست به شورش زدند و حاکم این شهر رو به قتل رسوندن. عبدالله ابن عامر حاکم موصل وقتی خبر شورش استخر رو شنید عصبانی شد و قسم یاد کرد آنچنان از مردم استخر بکشه که جوی خون در استخر به راه بیفته، که همین کارو هم کرد و نزدیک به 40,000 نفر از مردم استخر به دستور عبدالله ابن عامر از دم تیغ گذرونده شدند. با این حال این شورش ها از اوایل قرن 9 میلادی کم کم نتیجه داد و تو زمان طاهریان در ابتدا نواحی شمال شرقی و طی سالهای بعدی هم نواحی مرکزی و غربی ایران از کنترل اعراب خارج شد. خیلی ممنون و سپاس از همراهیتون تا انتهای ویدیو. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید و اگه ویدیو براتون مفید بود اونو با دوستان و اطرافیانتون به اشتراک بذارید تا اونا هم این ویدیو رو ببینن. در انتها 2 ویدیو بهتون پیشنهاد داده میشه اگر دوست داشتید
میتونید یکی از این ویدیوها رو انتخاب و تماشا کنید. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.